یازده بگذشته از زیقه ده جانان آمده بر تن موسای کازم گوی یا جان آمده شهر پیغمبر مدینه نور افشانی شده در شب تاریک شیعه مهر رخشان آمده آمده زیبا پسر از نسل پاک مرتضا جانشین حضرت کازم به میدان آمده در زمین و آسمان جشن و ترب برپا شده نجمه را در گهرباری به دامان آمده شیعیان را آمده مولای هشتم در وجود عالم آل پیمبر روح ایمان آمده نام او باشد علی و کنیش باشد رضا نام او باشد علی و کنیاش باشد رضا در خزان شیعه امید بهاران آمده السلام علیک یا علی ابن موسر رضا سلام علیکم خدمت شما بزرگواران و سفران گرامی و همچنین تبریک میگم خدمت شما عزیزان میلاد با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سناره و انشاءالله که نام ما و شما در زمره شیعیان و محبین حضرتش انشاءالله ثبت و ضبط شده باشد در خدمت شما ازان هستیم با برنامه به وقت بیداری و با ویژه برنامه اهل سنت و زیارت امام رضا علیه السلام و با احترام و با افتخار در محضر سرور معزز هستیم حجت الاسلام و المسلمین رسولي السلام عليكم السلام. خوش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله اللهم صل على محمد آل وعلى محمد, وعلى محمد وعجل فرجهم بینندگان عزیز عزيز و همراهان همیشگی در هر جایی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موفق و پیروز باشید و مثل همیشه ما را از دعای خیر فراموش نفرمایید در خدمت هستیم ان الله خیلی خوش آمدید سلام، تبریک باشه ان شاء الله ما ایام به شما تبریک میگیم شاد باش میگیم ان که از شفاعت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ایمه معصومین و صحابه ان شاء شویم و باز تبریکم هم عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز بلادت با سعادت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و سنا امام مهربانی ها امام رعوف را خدمت شما امیدوارستم که زیارت ای امام در دنیا و شفاعتش در اقبا بهره و نصیب همه شما باشه ما را دعا کنید بسیار عالی انشاءالله استان محترم برای اسم سه شنبه ها خب ما باید برنامه احکام می بود و هرچند که مهربانی کردن برندگان عزیزم ما سوالات رایی کردن ولی خب دیگه یک دستور داده شد که به حال شب مصادف شده با شب میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام و, و ما برنامه را عوض کردیم و به یک موضوع میپردازیم ان که مورد اتفاق برای جمع باشه الحمدلله شما هم تو که دیده میشه دست پر همیشه هستید این دفعه دست پرتر هم اومدین موضوعی که ان که که وقتتون نمیگیره و استفاده میکنیم از محضرتون بحث اهل سنت و زیارت حضرت علی ابن مسرزا علیه السلام اللہ علیه ما خواهیم داشت زمینه ای که در شروع برنامه برای ما بفرمایید کلن جایگاه زیارت در اسلام را برای ما میرابان میتوزه بیدیم بسیار عالی خدمت شما جناب حسینی عزیز و بزرگوار و بینندگان نهایت گرامی باید عرض کنیم که زیارت یعنی ای که انسان مشرف شود خدمت او کسی که در یک جایی آرمیده است به اصطلاح مدفون است و این چیزی نیست که اختراع فعلی ما باشه یعنی ما مثلا این اختراع کرده باشیم جامعه شیعه ای اختراع کرده باشه جامعه اهل سنتی اختراع کرده باشه و از اموراتی باشه که در همین اخیر چی شده باشه به وجود آمده باشه این رقم نیست بحث زیارت و رفتن به سر قبر و دعا کردن برای میت و طلب آموزش برای مگید خواندن قرآن برای مگید سر قبر مگید چیزی بوده که از زمان رسول خدا بلکه قبل از او وجود داشته بله. مثلا نمونه های فراوان را از وجود نازلی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و روایت میکنند از جمله مثلا پیامبر گرامی اسلام میگه از خدای تبارک و تعالی اجازه خواست که به زیارت قبر مادرش برود و خب اجازه صادر شد پیامبر گرامی اسلام سر قبر مادرش رفت و میگن پیامبر در اونجا گریه های بسیار شدیدی کرد دعا کرد برای مادر خودش و باز در جای دیگه ام المؤمنین آیشه روایت میکنه میگه پیامبر گراب اسلام او شبهایی که مثلا تایمش برای ام المؤمنین بوده میگفته وقتی خانه من میامده پاسی از شب وقتی میگذاشته مثلا از های صبح پیامبر از خانه بدر میشده یک وقتی میگم من چاره نیست رو نقل کنیم دیگه مگه یک وقتی مثلا شک کردم که چی خبر است کجا میره پیامبر کجا میره هم شب که مثلا شب ما سوال پیش می تعقیب میکنه ظاهرا پیامبر میگه پیامبر میره بقی استاد بشه در هلی. قبرستان بقی و بر خفتگان در بقی سلام و درود میفرسته اجه. و پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلام برای خفتگان بقی دعا هم میکنه آه. پس بنابراین این رفتار پیامبر دردانه هستی این رقم بوده و باز روایت دیگر داریم, داریم که پیامبر این که فرموده در در منابع اهل سنت در منابع اهل سنت اون ما در منابع اهل سنت است باز روایت دیگری هم هست که میگه پیامبر به قبر زیارت قبر شهدا میرفت و نکته دیگه هم باز که خود صحابه یعنی او کسایی که پیامبر گرامی اسلام را چیه درک کرده بودن محضر پیامبر بودن اینا هم نسبت به زیارت قبور اخصا قبر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم اینا توجه ویژه داشتن چرا چون قبلا خود پیامبر گفته بود که زور القبور قبرها را رو چکار کنید زیارت کنید فانها فا تذکرکم الاخره وقتی انسان به زیارت قبر میره ای که به زیارت قبر میره انسان انسان به یاد چی میندازه به یاد قبر به یاد قیامت و به یاد مردن ای یک استفاده شه استفاده دیگه شمیست که انسان وقتی میره اونجا خب دعا میکنه برای این میت و کسی که در قبر خوابیده طلب آمرزش میکنه و البته خب ما در روایات هم داریم که انسان اگر مشرف شد به زیارت قبر پدر و مادر در کنار قبر پدر و مادر دعا هم چی میشه مستجاب میشه آنچنان که پدر و مادر در زندگی دعایش مستجابه در کنار قبرش هم دعایش مستجاب ام. پس بنابراین بزرگان از صحابه عادتشان بر ای بوده که به زیارت قبر مشرف میشدن بلال حبشی به زیارت قبر پیامبر گرامی اسلام از دمشق و از شام آمد به زیارت قبر پیامبر خود صحابه ای که موجود بودند در مدینه و در مکه به زیارت قبر پیامبر, پیامبر, پیامبر گرامی اسلام مشرف میشدن و جالبتر از این که بعد از صحابه یعنی تابعین و کسایی که بعد از صحابه آمدن بزرگانی از اهل سنت اینا هم همینطوری بودن جناب حسین سید یعنی نسبت به زیارت توجه خاص و ویژه داشتن ما برای از اینکه چون موضوع البته این اینا موضوع مقدماتیه بله بله. که ما میخوایم بپردازیم به زیارت امام رضا علیه السلام از دیدگاه اهل بله. سنت ولی قبلش مقدمات بله. باید مجبور هستیم بله. چی بگم من گپ شما را قطع کردم موضوع یک نوید میتون به عزیزان بله. خود در حین برنامه زحمت کشیدن عزیزان اتاق فرمانم ارتباطاتی که گرفتن لحظاتی هم تصویر میده روی حرم باصفا و منور امام زاده و سلام و صحنه های بینندگان مشاهده خواهند کرد در خلال بحثی که باشه بسیار بود. عالی ما دو نمونه خدمتتون عرض کنم از اه. کتابی که باز از خود برادران اهل سنت تاریخ بغداد خطیب بغدادی که نوشته کرده است ایشان متوفای سال 463 در این کتاب سال پیش بله بله در کتاب در جلد اولش تاریخ بغداد در صفحه 123 این رقم میگه از شافعی که یه باز یکی از بزرگان اهل بلد. سنت و جماعت از که چهار... یکی از بلد. رئیس مذهبای چهارگانی اهل سنت ایشان میفرماید سمعت شافعی یقول در صفحه 123 بیننده خودش میگه که من بله. نه راوی میگه راوی, راوی, راوی میگه سمعت سمعت الشافعي شنو دم الشافعي كي يقول الشافعي مي قفت اني لا بأب بابن بابي حنيفه بالتأكيد من تبرك ميجستم بقبر ابو حنيفه كي دار بغداد خب شما متوجه قبر موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام خب قبر ابو حنيفه پیشوای یکی دیگه از پیشوایان اهل سنته و چون ابو حنیفه نسبت به شافعی مقدم تر بوده مم. جنبی استادی هم مم. داشته میگه من تبرک میکردم به ابو حنیفه و اجی الی و می آمدم به سوی قبر ابو حنیفه یعنی زائرا در حالی که مم. زیارت کننده بودم فاذا عرضت لی حاجتون زمانی که یک حاجتی یا یک, دا یک دا گرفتاری مم. 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 برای من پیش میاد سلیت رکعتین یعنی نم. در, نم. در کنار قبر ابو حنیفه امام اعظم نعمان ابن ثابت پیشوای حنفی ها سلیت و رکعتین دو رکعت نماز اینجا چی می کردم؟ می و جئت الى قبره و می آمدم کنار قبر ابو حنیفه و سألت, الله تعالی الحاجه و سوال میکردم از خدای تعالی حاجت خودم را عنده فما تبعد عنی حتی تقضا میگه که ای حاجت نمیشد مگر که تو ادا میشد یعنی پس اینطور نبوده پس ما نیستیم که در کنار قبور ائمه بله. صلوات الله علیه اجمعین بله. زیارت میکنیم و دعا میکنیم بزرگ یک شافعی ها در کنار از یکی از بزرگترینشان که مم. ابو حنیفه باشه این کار را چیه؟ انجام میداده این در کجا میگه؟ در تاریخ بغداد تاریخ جلد و یک صفحه 123 مال 460 بسیار عالی خب استاد محترم چون به زمان میان برنامه رسیدیم ما ما نشین از ما برنامه میکن. را یک وقفه داشته باشیم به اتفاق شما و بینندگان عزیز سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه انشاء الله در خدمت شما خواهیم بود ای اهل ولا نور خدا گشته پدید هشتمین حجت حق آن شه فرزانه رسید هم نبی صورت و حیدر صفت است این مه ناب هر که دیدش دل از این خانه و کاشانه برید بهر مولای جهان باب هوایج ز وفا پسری همچو رضا داد خداوند همین هر که باشد و با دلش مهر رضا شاه کرم شک نکن روز جزا می شود هموار سعی یا علی ابن موسر رضا من کجا مده شما ای شه فرزانه کجا من کجا مده شما ای شه فرزانه کجا مدحتان کرده خداوند به قرآن مجید آرزویم همه این است که در روز جزا بشوم مثل غلامان شما نامسپید. سپید صلی الله علیک یا علی ابن موسر رضا اللهم صل على علي ابن موسی الرضا سلام عرض کنم خدمت شما عزیزان و یک بار دیگه تبریک میگم خدمت شما سروران گرامی شب میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام و السلام را و با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده و با موضوع اهل سنت و زیارت امام رضا علیه سلام در خدمت شما و در حضور استاد محترم هستیم استاد در موضوع در مورد زیارت توضیح فرمودین و ای که پیشینه زیارت از زمان پیغمبر هم بوده و یک اشاره هم فرمودین که در تاریخ بغداد خطیب بغدادی نقل میکنه که امام شافعی و زیارت ابو حنیفه می رفته. بله و در ادامه خدمتتان ارز کنیم باید باز از همین کتاب تاریخ بغداد صفحه 120 اول باب میگه ما ذکر فی مقابر بغداد المخصوصه بالعلماء و زهاد میگه اون قبرهایی که در بغداده و مخصوص علما و زهاده اولیش از قبر بن جعفر پدر امام رضا علیه السلام بله. که بازم خارج از لطف نیست ما شب ولادت علی ابن مسترزا خب یک یادی از امام کاظم علیه السلام داشته باشیم ادامه ادامه میده تا میرسه به اینجی قال سمعت الحسن ابن ابراهیم ابا علی الخلال ابا علی الخلال باز از بزرگان حنبلیه همین حنبلی هایی که فعلا بیشتر از اینا از نظر فکری و عقیدتی در عربستان و جاهای دیگه زندگی میکنن و تقریبا تفکر سلفیگری و بهابگری هم چیه داره بزرگ از اینا چه میگه ما هم منی امرون یعنی پیش نمی آمد یک مشکل، همین غم یعنی اندوه، بلی. یک اندوه پیش نمی آمد فقصد تو، پس من قصد میکردم، میرفتم قبر موسب جعفر، یعنی قصد میکردم، میرفتم پیش قبر موسب جعفر که در بغداده به اصطلاح، در کاظمین امروزیه فتوسل تو بهی، پس متوسل میشدم کجا او کسایی که میگه توسل شرک است و کفر است هزار سال هزار و اندی سال پیشوایان بزرگ خود اهل سنت میگه ما متوسل میشنم بهی یعنی به موسی بن جعفر در کنار خبر موسی بن جعفر الا مگر سهل الله تعالی آسان میکرد الله تعالی لی برای من ما احبه او چیزی که من چیه؟ دوست داشتم این دو نمونه از تاریخ علي بغدادی علي. که یکیش بزرگ شافعی به زیارت ابو حنیفه میره دیگه شمی که بزرگ از حنبلی ها به زیارت موسی جعفر علیه السلام سلام. و سلام میره و اما قبر علی بن موسی رضا از همون زمانی که آقا امام رضا دفن شد در مشهدی که نبود دیگه بلی یک بلی. سنابادی بود که تعبیر عربی میگه سناباز, سناباز. توس مرکز حکومت بوده یعنی توسی که همال تقریبا قبر فردوسی در اونجاست این مرکز حکومت بوده بلی. فعلا قبر امام رضا علیه السلام سلام یک باغی بوده به به مال حمید ابن قهطبه تایی بله. یک باغ بوده که این طرفش سناباد بوده این طرفش هم نوقان همین نوقانی که فعلا نزدیک حرم امام رضا علیه السلام و یک باغ بوده هارون در امو سالا که برای سرکوب کردن شورش در خراسان آمد اجل مهلت نداد از دنیا رفت ده اینمی باغ چه شد دفن, دفن شد. شد و بعد که امام رضا علیه و سلام معمون به مرو فراخوان مدت سه سال در مرو بود دوباره که میخواستن بازگردن طرف بغداد در همین مسیر یعنی آمدن مشهد فعلا در اینجا امام مسموم کرد و امام به شهادت رسید و در همین جا یعنی در کنار قبر هارون دفن کرد و جالبه <applause> یکی از شیعیان بسیار زبردست مبارز خستگی ناپذیر دعبل خضائیه متولد دقیقا تقریبا متولدش زمان تولد امام رضا علیه السلام سال 148 و سال 200 چهل و هم از دنیا میره یعنی از این ممرزا بیشتر عمر میکنه این آقا میگه که ما شیخ صدوق روایت میکنه میگه من شیخ صدوق میگه که دعبل به ما گفت ما زمانی که خبر شهادت امام رضا علیه السلام شنیدم در قوم بودم و یک قصیده میگه در شان امام رضا علیه السلام میگن قصیده رائیه را چرا چون هر را, را, ده و چی شده تکرار شده یا آقا یک قصیده دیگه داره به نام مدارس آیات که بهش میگن قصیده تائیه در اون تا باز یاد زیاد چی شده تکرار شده این یک قصیده داره من یک رباعی خدمت شما عرض بسیار جالبه و این رباعی فعلا دمی طرفی از بالای سر امام رضا علیه السلام از بالای سر مم. که میبرای پسکی پش... بله. پس که میبرای به احترام علیه صلوا و یک کم که بالاتر نگاه کنی بینندگان توجه داشته باشن یک کم که سرت بالا کنی تقریبا 30 40 درجه سر ببری بالا این رباعی در اونجا هست پس رباعی بر گرفته شده از یک قصیده قصیده دعبل خزایی رباعی رقم قبرانی فی توس خیر الناس كلهم و قبر شرهم هاذا من العبری میگه دو تا قبر در توس که توس من منطقه بود امارت نشین قب قبران في توسان خير الناس كلهم يكش قبر بهترين مردمة وقبر شرهم يكيم قبر بترين مردمة هذا من العبر يز ايه عبرت های روز که بهترین إنسان در کنار بدترین انسان چی بگیره؟ قرار بگیره امیدواری که الان بینندگان عزیز دارن میبینن الان تصاویر که درود بر شما خدا انشاءالله قسمت کنه هر آرزومندی را، هر حاجتمندی را تا در کنار قبل علی مولی مصر رضا خدای تبارک و الله پاک را بخواهد و قطعا الله پاک حاجتش چی میکنه؟ برآورده میکنه میگه ما ینفع ریت <متنوع> نف نمیبرد پلید من قرب زکی از که در کنار یک انسانی چی قرار گرفته؟ زکی و پاک قرار گرفته. و لا علی زکی و نیست بر انسان زکی که منظور امام رضا باشه علی القرب الرجس من زرری یکی کنار زرري قرار گرفته نمی رسل. معروف بوده قبر امام رضا علیه السلام و سلام می آمدن به زیارتش حالا رسیدیم به او جاهایی که بسیاری از بزرگان اهل سنت و جماعت می آمدند به زیارت امام رضا علیه السلام. یک نمونه باز ما از یک کتاب دیگه خدمت شما عرض کنم که نقل می کنم کتاب است به نام کتاب ثقات کتاب ثقات کتاب ثقات یعنی کتاب ثقه ها, ها. ابن حبانه البستی هم میگن البستی هم میگن چه زمانی بس ابن ایشون خدمت شما عرض کنم که متوفای 354 تقریبا 100 سال بعد از امام رضا 100 130 سال بعد از امام رضا قبل از خطیب بغدادی بله قبل از خطیب بغدادی بله. بله ایشون هم نزد اهل سنت و جماعت از جایگاه بسیار بالایی برخوردار بله بله. کتاب سقات نوشته در این کتاب یعنی نام کسایی رو برده که این کسا از نظری از یاغاچی سقه مورد اعتماده تا میرسه جلد هشتش ما فعلا بینندگان در جلد هشتش صحبت داریم و در صفحه 457 خب در صفحه 457 که من انشاءالله ایره پیدا کنم از امام رضا علیه السلام بسیار زیبا سخن میگه بله بله. خیلی زیبا جناب سیدی بزرگوار میفرمایند که میگه قبر امام رضا کجایه و قبره به سناباز که گفتیم مم. عربی بله بله. سناباز خارج نوقان خارج نوقان گفتیم که خارج از نوقانه یک باغ بوده مشهور او زمان مشهور بوده اما زمانی که امام رضا دفن شد بعد از مدت قبل امام رضا چی شد مشهور بود در زمانی از این مشهور بوده میگه یزار زیارت می شود به جنب قبر رشید یعنی قبر امام رضا در کنار قبر کیه هارون, هارون رشید قد زرته مرارا قد از نظر عربی یعنی به تحقیق تأکید میکنه جمله را قد زرته مرارا کثیرا مگه ما به تحقیق زیارت کردم این یک اهل سنت میگه شیخ الحدیث میگه کسی که در علم رجال ید طولایی داره یعنی رجال حدیث خوب چیه میشناسه ضعیفش کیه دروغویش کیه سقیش کیه مورد اعتمادش کیه کسی که کی مورد اعتماد نیست این شخص میگه میگه زرته سنی ظاهرا شافعی مذهب هم هستی آقا میگه زرتو مرارا کسی را بسیار م ایره چکار میکردم؟ زیارت میکردم و ما حل بی شدتون فی وقت مقامی به توس میگه یک شدت و یک گرفتاری در زمانی که ما در توس اقامت داشتم به من پیش نمی آمد پیش می آمد فزرتو قبر علی ابن موسى الرضا. پس زیارت میکردم قبر علی ابن رضا سلوات الله علی جده و علی سلوات خداوند بر جدش و بر خودش و دعوت الله ازالتها و خواستم از خدای تبارک و تعالی ازالی از این مشکله که این مشکل چی شود؟ رفت شود فوجدته کذالک و همین رقم یابیدم این نقل نیست میگه بله. من یافتم یعنی با تمام بله. وجودی رو چیکار بله. بله. کردم احساس کردم بله. این رقم مردم زیارت میکنه ام. هر دفعه می اومده کنار قبر علی ابن موسی رضا اون شیعه سنی نبوده این رقم اختلافات نبوده بله. این جنگ و با کش با کش و این تهمت زدایی ای که با همدیگر فعلا میگه حرفا نبوده ام. سنیه می اومده زیارت امام رضا فوجت تو کذالک میابیدم همون رقم آخرش ببین چی میگه حسینی این رو باید با آب طلا نوشته کنیم اهل سنت بلی. و جماعت اما تن الله بمیراند خدا ما را علا محبت المصطفى بل. بر محبت مصطفى و اهل بیته همون نیست مگر امو که خدا گفته که قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في اینا القو... کسایی بوده ای عالمی بوده که به قرآن چی میکرد صاحب از کتاب به عمل میکرده بسیار الاستاد مانده بله بله. و آل بیتی صلی الله علیه و علیهم اجمعین یعنی اجمعی. ای بزرگوار ابن, ابن حبان, حبان. یه بر پیغمبر صلوات میفرسته بر آلش, آلش. صلوات میفرسته به صورت اجمعین اجمعی. پس ما که میگیم اللهم صلی علی محمد و آل محمد یا بر پیام بیا بر امیر مؤمنان و بچه علی میگیم علیه السلام از پیش خود ما بله. بله. و بسیار جالب مطلبی که الان قرائت فرمودید از ابن حبان این مصرع و یاد ما که گفت من مات علا حب علی مات شهید که زمین روایی هم داره بسیار علی استاد محترم باسم میان برنامه ای زحمت کشیدن و تهیه دیدن عزیزان ما و به اتفاق شما عزیزان بیننده میبینیم میان برنامه را و در قسمت آخر در خدمت شما خوبان خواهیم بود بسم الله الرحمن الرحیم میلاد با سعادت امام رضا السلام را برای همه شما تبریک و تهنیت عرض می دارم. ای ارشیان به شهر خراسان سفر کنید. شب را در این بهشت الهی سحر کنید. با زائرین این حرم الله سر کنید. مدح رضا چایه قرآن زبر کنید. ایده بزرگشی ای اول پیمبر است. میلاد هشتم این اکبر است ای دل بگر جان با جانان نظار کن بر چهره ای حقیقت ایمان نظار کن یک لحظه بر تمامی قرآن نظار کن در دست نجم نجم فروزان نظار کن این مسحر جمال خداوند خلال اکبر است او اینه تمام نمای بر است روشن هزار سینه سینا به نور او چشم هزارم سوی امران به طور بیویم صف خیل رسول در حضور او دل بحر بی از شوق شور او بگیزد برات اف خدا از نظار اش تو زخم هشت میشود از یک اشاره اش هر باد که زامن آب نمیشود هر کس که نام اوست رزا او با آن همه کرامت لطف دقیق تو خود را شما دارم کدایان رفیق تو دست دست لطف خدا شو می شود توی شاوی که خود رفیق گدا شو می شود توی شو تو یک سام بود وقت اتای خوص آن فرقی نمی کند بدرد شاه یا غلام سلطان ندیده ام زیگدا میرد احترام پیش سلام زائر خود را کند سلام گلبرسه امام زمان بر مزار توست شیعه به هر کجا رود در کنار دوست چشم چراغ محفلم انجاست یا رزا هر جا سفر کنم دلم انجاست یا رزا شرمنده از این که بپرسن کیستم از ذره کم تر نتوان گفت چیستم گل از نسیم صبح بهشت تو بو گرفت خرشی پیش روی تا از شهر گرفت ما از فروغ خشت تلاویت زو گرفت بی آورو ز خاک درد آورو گرفت من دور گندم کرم تو کبوترم ردم نکن که از همه بی آگروتر ای نقش دیده و دل ما جای پای تو روح الامین که بودتر سفت و سرای تو هم بده که زاکر ناقابل تو ام انگاه این که خاک رهد بلت تو ام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على علی بن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض و من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی دیدیم میان برنامه عزیزمان محمد مهدی سرودی که بسیار یک دکلمه زیبایی را با سن کمشان قرائت کردند و انشالله که خداوند مهر و محبت اهل بیت همینطور در دل بزرگوار و جوانان و نوجوانان دیگه ما قرار بده تا زندگیشان و مسیرشان انشالله بوی اهل بیت داشته باشند خب استاد محترم یک سوال شاید به ذهن بینندگان عزیزم خطور کرده باشه مثال هایی که زدین و حتما شاید مثال های زیادی هم باشه و مطالب هم زیادتر باشه شاید وقت ما باشه خب این رقم که بزرگان اهل سنت کسانی که واقعا جز سقات هستن و اگر کسی جز اهل تحقیق باشه دیگه نام اینا رو که میشنوه دیگه جای چون چند و چرا نباید باشه اینا که میرفتن و به زیارت میرفتن و با گفته خودشون با خلوص نیت چرا آل متاسفانه کمتر دیده میشه که اهل سنت به زیارت و امام رضا علیه السلام مشرف خدمت شما عرض کنم که من خوب است که با خاطرش خاطره شروع کنم بلنی. یک زمانی که توفیق داشتیم در محضر امام رضا علیه السلام بودیم یک روز بالا که در اشاره کردم امام رضا مشغول خواندن نماز بودم متوجه شدیم که یک نفر مور نگذاشته و در این حال دست شبوازه گفتیم خدایا یک شیعه خوچر مور نگذاشته بلنی. یا اگر اهل سنت چرا دست, خود نبستن و هر حال نماز تمام شد با این شروع کردیم به صحبت کردن دیدیم عرب است ما هم دست پا شکسته عربی رو بازی صحبت کردیم گفت که بله ما مالکی هستم و عشق دارم محبت دارم نسبت به امام رضا علیه و سلام از فلسطینم بود عجب. از فلسطینم بود گفت ما مالکی هستم آمدم زیارت امام رضا گفت ما مالکی ها در هنگام نماز دست خدا بسته نمیکنیم و رها نماز می خب محرم که نمی نرسونه. بنابراین خب قبلا زیاد بوده تبلیغاتی که متاسفانه امروز یک عده خودشانه به نام سلفیه سلفیه یعنی کسی که خودش منتسب به گذشتگان و سلف صالح و کسایی که محضر پیامبر درک کردن یا سه قرن اول اسلامی به ایران میگن چی سلف خودشان منتسب به اونا میکنن اسلاف گذشته خودشان منتسب میکنه که معلوم نیست سلف اینا رو میپذیره یا سلف اینا رو نمیپذیره برخی از اوقات تبلیغات بسیار وسیع نسبت به زیارت دارن کفر میگن شرک میگن و حرفای یک مقداری چیز شده کم رنگ شده ولی امی الانم اهل سنت از افغانستان، از پاکستان، از جاهای دیگه، از خود اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران به زیارت امام رضا علیه سلام مشرف میشه. هر روزی که ما میریم و خدای تبارک و تعالی قسمت میکنه به زیارت امام رضا و شما و با کسای دیگه میبینن که از برادران اهل سنت هم مشرف میشن. و اما باز من یک نمولی دیگر حیفم این نمونه بله را. بله. نگم. یک کتاب است به نام تهذیب تهذیب. <تصفح> تهذیب و از <التهذیب. تصفح> <تصفح> ام... کتابه.

باز ابن حجر عسقلانی آمده او کتاب تهذیبش کرده تهذیب یعنی پاک کردن مم. یعنی در یک کتاب آمده تمام ثقات نوشته کرده اونایی که ثقه و غیر ثقه ها اینا چی کرده دور ریخته تهذیب کرده باز ابن حجر عسقلانی خودش آمده او کتاب باز تهذیب کرده یک مقدار به بسیار وزنی هست بله. بله لذا این آقام در جلد هفتش پیش ما در صفحه 388 بسیار داستان زیبایی رو در اینجا کار میکنه نقل, نقل میکنه. میکنه بعد اون میگه که امام رضا علیه السلام چاپشم خیلی قدیمی است میگه که امام رضا در سال 203 از دنیا رفت میگه قال سمعت ابا بکر محمد ابن معمل ابن الحسن ابن عیسا یقول رایی آقایه، میگه خرجنا مع امام اهل الحديث میگه ما خارج شدیم با امام اهل حدیث که او کی باشه ابی بکر ابن خزیمه این ظاهرا شیخ از بزرگای شیخ بخاریه و شیخ مسلم است مسلم مسلم قشیری که باز یکی از کتاب های سیاست اهل سنت میگه که وعدیله با این عدیلش یعنی کسی که هم پایه و هم تراز از بوده علی السقفی که علی ثقفی بوده مع جماعت با جماعتی من مشایخنا آدمای سالار پیاده <applause> نبوده جماعت من مشایخنا و هم ازاکه متوافرون ما به صورت متوافر و زیاد قصد زیارت الى زیارت قبر علی ابن موسى رضا به توس ما متوافر یعنی یک دسته یک جماعتی می به زیارت که امام رضا علیه السلام در رأس از اینا که شیخ الحدیثه یعنی کسی که مثلا صحیح مسلم و صحیح بخاری و بقیه صحه های اهل سنت یک مخت... به رب به بند خدا رب پیدا میکنه قال راوی میگه رایت من تعزيمه میگه دیدم ما که چنان قبر را تعظیم میکنه داشت اتفاق میفته یعنی يعني ابن خزیمه ابن خزیمه قبر را چکار میکنه تعظیم میکنه لتلک البقعه تعظیم میکنه کرنش میکنه در مقابل ایچی بقعه, بقعه. و توازعهی لها توازع به خرج میده در مقابل مم. ای بقعه و تزرعهی اندها تزرع یعنی زاری, کردن گریه کردن در نزد قبر کجای او کسایی که میگه دعا کردن در پیش قبر پیغمبر یا قبر امام معصوم شرک است و کفر است و بله. زندقه است و دیگه. دیگه. میگه تزرعهی گریه کردنش عندها در نزد اون بقه ما تحیر را میگه ای قدری زاری میکرد و تکریم میکرد تعظیم میکرد قبره که ما بخی به حیرت افتادیم این یک بچه نمیکنه این یک بچه دبستانی نمیکنه یک دانشگاهی نمیکنه امام بخاری و مسلم امام ای بخاری داره. و مسلم این کار را چیه انجام میده در ادامش بحث های دیگه ای داره ام. که ما صرف نظر میکنه حالا پس ما میگیم که تبلیغاتی که متاسفانه امروزه صورت گرفته یک مقدار این تبلیغات اثر خودش گذاشته ولی با توجه به اینکه این حرفا رو ما گفتیم اگر که کسی واقعا انصاف داشته باشه و مراجعه کنه به این کتاب ها خب ما کتاب و هم کلی شده گفتیم میتونه ان شاء این ای روشنگر باشه به با اهل سنتی که یک مقدار بعضی فاصله گرفتن بالله. دوباره برگرده بسیار علی من یک چیز دیگه ناچار هستم بگم نور الدین عبد جامی باز از علما و زهاد و صوفیه قرن نهمه. این یک جامی قصیده بلی قصیده و یک مدح بسیار زیبایی در امام برای امام رضا علیه صلات و سلام گفته که حیف میاییره یک مختاری نگه همهش ممکنه نرسیم بگیم ولی ده. یک مختار شما خدمت شما عرض میکنم و با نام جامعه که هم شریعه بعلی. از بله. که چون معروف شنم در روزه موقعی که از سخی درسته است آقا ای خب این زائر بوده مهم. میامده به زیارت بهم. و این متحه میگه میگه چند وقت پیش میشه جامعه؟ قرن نهم است قرن یعنی 800 متولد بوده سلام اون علی آل تاها و یاسین سلام بان. بر آل تاها و یاسین سلام آل خیر نبیین سلام علی روزه حل فیها امام یباهی به الملک و الدین میگه سلام بر روزه یعنی او قبری مزجعی و جایگاهی که حل فیها قرار گرفته است در او امام یک امامی که یوباهی فخر میکنه افتخار میکنه به او امام ملک یعنی سلطنت پادشاهی دین دین, دن دن دنیا دین و دنیا به این امام چی میکنه فخر میکنه مباهات میکنه این جامی میگه جامی اهل سنت نقشبندیه صوفی حالا باز فارسی شروع میکنه به فارسی گفتن امام بحق شاه مطلق که آمد شاه مطلق یعنی شاه شاه دیگه یعنی بله. هیچ نداره, نداره. نداره. حریم درش قبلگاه سلاطین حریم درش قبلگاه سلاطین سلات... و پادشاهان سلاطین می رفتن اونجا بعد ادامه می ده. ادامه می که ما نمی آخرش هم می اگر خواهی آری به کف دامن او مهم. اگر می که مشرف شوی خلاص از این دامن ای آقا بگیری خلاص یک ای چیزی آید چه اگر خواهی آری به کف دامن او برو دامن از هر چه جز اوست درچین در چین یعنی دامن کسای دیگر رها کن دنبال هر کس دیگه ای که قبلا را می رها کن فقط دامن از غار بگیر چو جامی چشد لذت تیغ مهرش یعنی میگی آقا مهرش اگر تیغ واری باشم که مرا تکه تکم بکنه بازم این ارزش مزه داره بازم مزه داره دقیقا همو داستان امام حسین علیه السلام که در آشورا در بحبوه نبرد نیزه ها شمشیر ها خنجر ها هر چی که می آمد امام با جان و دل پذیرا بود میگو چرا چون الله پاک مرا در این حالت چیه میبینه چو جامی چشد لذت تیغ مهرش چه غم گر مخالف کشد خنجر کین خو نور الدین عبد الرحمن هم که مهم. معروف و مشهوره و برادران اهل سنت و جماعت نسبت به یاغا ارادت خود این پس زائر بوده کسی که زائر مهم. نباشه این رقم امام رضا علیه السلام رو نداره نمیکنه بسیار تشکر میکنم استاد محترم سوال خود هستش ولی به پایان آمد دفتر حکایت همچنان باقی است زمان نداریم متاسفانه تشکر میکنم بسیار نظر شما از و همچنین بینندگان از که تا این لحظه همراه برنامه خودشان بودن یک مطلب استاد محترم اشاره کردن در مقام بالاسر حضرت که انشاءالله خدا توفیق بتم ما شما را زیارت کنیم و شعر ببینیم و ما با ایزای استاد یک شعر دیگر از مقام پایین پای حضرت بسیار 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 که از سحن پایین پای حضرت که زوار گرامی میرن در روی در استاد یک دو بیت شعر نوشته کرده بسیار پرمغز است میگه که این کفشکن است از جایی که کفش داری سو کفش آره نام کفش کن احسن این کفش کن از تور موسای کلیم این واد مقدس است وخلع نعلایک این کفشکن است درگه عرش عظیم این باب خداست فس شدو لتعظیم انشالله که خدا متعال ای توفیق به ما و شما ازان بته تا که جز زائرین واقعی حضرتش باشیم انشاءالله و تا دیدار بعدی همه شما از را به خداوند مهربان می سپاریم خدای رو نگه دارزم.